دریچه و پنجره تلویزیون پارس مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. در روز پنجشنبه پنجمین روز از ماه سپتامبر 15 شهریور با هشتمین برنامه پیرامون تروریسم، هدفمون از این برنامه شناساندن پدیده ای است که امروزه به عنوان یک معضل جهانی شناخته میشه. البته خب دولت ها و رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی هم با همین نام و عنوان در مرعا و منظر و اخبار جهان مورد نظر هست. اینکه این پدیده یعنی تروریسم از کجا آمده، بر چه مبنای استواره و چرا توسط دولت‌ها یا رژیم‌ها پیگیری میشه یا حمایت و تقویت میشه، مسئله است که به اون خواهیم. بنابراین مبنای بحثمون این است که ببینیم این رژیم ولایی با تروریسم چگونه برخورد کرده، چگونه اون رو پرورش داده و چرا به کار میگیره. اما در هفت برنامه پیشین سعی کردیم مبانی اندیشه های تروریستی، زمینه های اون، طرق شکلگیری و چرایی اون رو به بحث بنشینیم که عمومی است و در واقع به همه اشکال تروریسم قابل تسری است. در آینده به شکل ویژه وارد بحث تروریسم اسلامی ولایی خواهیم شد. اما از مبانی هنوز بحث های مانده و ما در نوبت پیشین به زمینه های ایجاد گروه های تروریستی پرداختیم و به بحث بی‌ثباتی سیاسی رسید. یعنی جایی که ثبات سیاسی دستخوش تحول میشه، شکننده میشه و در نهایت نیروهای خشونت طلب که خشونت رو تئوریزه میکنن، ترور رو به کار میگیرن، در درون اون بستر شکل میگیرن. اما چند ویژگی و زمینه دیگر هم هست که در تقویت یا ایجاد تروریسم کمک کنه. امروز سعی میکنیم این مفاهیم رو دوباره بشناسیم. یکی از اونها سرکوب، یعنی رژیم ها یا دولت هایی که دست به سرکوب میزنن شاید در دهه های اول یا سال های اول موفق باشن، اما به مرور فضا رو به سمتی میبرن که گروه ها احساس کنن که خب ما که با گفتگو نتوانستیم با رژیم صحبت کنیم، حال که رژیم از سلاح استفاده میکنه ما هم سعی کنیم دست به اسلحه ببریم. و معمولا گروه های تروریستی خودشون رو در مواجهه با یک قدرت بسیار نیرومندی میبینن که توان رویارویی با او رو نداره، بنابراین سعی میکنن به منافع او ضربه بزنن، به اماکنی که از دسترس نیروهای نظامی یا نیروهای دولتی دور هست حمله بود، به تأسیسات خاصی که شاید دولت بر روی اونها نظارت نداره یا کمتر اونها رو زیر نظر ده، تا به این طریق امنیت رو برهم بزنن، منافع یک رژیم رو از بین ببرن. این پدیده خشونت که از سوی دولت و حکومت یا یک رژیم اعمال میشه از گذشته دور این مسائل رو سبب شد. در امپراتوری روم هم همین مسئله وجود داشت، یعنی جایی که سزارها، تزارها، امپراتورها وقتی قدرت رو به دست می گرفتن گروه های مختلف چاره ای نداشتن مگر اینکه اونها رو مورد ترور قرار بدن، حذف کنن. ما نمونه های شاخصش رو داریم. در جهان اسلام هم همین، شما اگر به ترور علی ابن ابی طالب نگاه بکنید که توسط عبدالرحمن ابن ملجم مرادی رخ داد، این پدیده حاصل سرکوب علی است. یعنی جایی که او خوارج رو سرکوب میکنه، گروه های کوچکی از این خوارج بعدن تصمیم میگیرن عوامل فتنه مثل علی، معاویه و عمرو ابن عاص رو بکشن. یعنی اگر ما میخواییم تقبیح کنیم کار ابن ملجم رو که دست به ترور زده، نباید فراموش کنیم که قبل او سرکوبی از جانب علی رخ داده در نهروان، در جایی که او هم سعی کرده صدای خوارج رو نشنوه
با اونها گفتگو نکنه، اونها رو نادیده بگیره و سر. در جهان اسلام از این پدیده‌ها زیاد داریم. یعنی شما اسماعیلیه نزاری رو در نظر بگیرید که چهره شاخصش حسن صباهه، چرا اونها دست به ترور دولت مردان زدن؟ به دلیل اینکه شما با یک رژیم قدرتمند مثل سلجوقیان مواجهی، کارگزارانی رو داره، اونها شما رو به بازی نمیگیرن یا شما رو به عنوان کسانی که از نظر دینی با اونها متفاوت هستی سرکوب میکنن. بنابراین شما خودتون رو میبرید در یک مناطق صعب العبور که در دسترس رژیم نیست، در کوه ها، در جنگل ها، در مناطق خیلی خاص، و از اونجا سعی میکنید ترور کنید دولت مردان رو، چون توان رویارویی و جنگ رو ندیدید. بنابراین یک دولت مرد باید بدونه اگر امروز دست به سرکوب میزنه و در مسافه رو در رو نیروهایی رو میکشه، به مرور زمان اون نیروها به سمتی میرن که بگن خب ما که توان مستقیم و رویارویی رو نداریم، حالا از طرق دیگری به رژیم ضربه بزنیم. بنابراین میرن به سراغ کارهای تروریستی. بنابراین سرکوب نقش بسیار مهمی رو داره. من بعضا میبینم برخی از کسانی که به رژیم گذشته علاقه دارن اشاره میکنن که خب در اون زمان گروه های تروریستی بودن، گروه های مسلح بودن، افرادی که دست به ترور زدن، نخست وزیران رو ترور کردن، مستشاران خارجی رو ترور کردن. کاملا درسته، همین ها هست، اما اینها یک طرف داستان. صفحات قبلی اون کتاب رو اگر بخوانی میبینید اینها حاصل دهه ها سرکوب گروه هایی بوده که اجازه مشارکت پیدا نکردن در درون جامعه، اجازه فعالیت داده نشد. به مرور همین نیروهای نظامی دست بالا رو پیدا میکنن. در واقع کار نظامی آخرین راه حله، اولین راه حل نیست. اگر من سلیمانی بیام و بگم بیایید اسلحه به دست بگیریم با یک رژیم مقابله بکنیم، مردم جامعه من رو پس میزنن، چون انسان اول سعی میکنه از طریق گفتگو کار خودش رو پیش ببره، نه از طریق نزاع و درگیری. کسی که اول بار به سراغ کارهای خشونت بره، خشونت آمیز بره، کارهای تروریستی بره، مورد اقبال قرار نمیگیره، جامعه او رو پس میزنه. اما وقتی به مرور زمان اون نیروهای میانه رو معتدل که مدعی هستند باید گفتگو کرد، باید با صحبت کار رو پیش برد، نتونن این کار رو پیش ببرن، جامعه مجاب میشه که حرف سلیمانی رو باید پذیرفت، حرف اون گروه ها رو باید پذیرفت. و شما هم دیدید تروریست ها وقتی یک عملی رو انجام میدن بلا فاصله اون رو به عنوان یک پیروزی تبلیغ میکنن. یعنی 30 سال گفتگو و عقب نشینی های رژیم ها به چشم نمیاد، تا اون اندازه که تروریست ها سعی میکنن با یک بمبگذاری اون رو موفقیت نشون بدن، با کشتن چند سرباز اون رو موفقیت نشون بدن. امروز در بحث تروریسم در دنیا یک عنوانی به نام تئاتر معنا داره، یعنی رسانه ها، حالا من نمیدونم سیاست هاشون چیست، اما به نحوی این رفتارهای تروریستی رو نشان میدن و هم مردم میترسن، یعنی همان هدفی که تروریست ها به دنبالش هستن. اونا از طریق نشان دادن در تصاویر و فیلم ها و برنامه هایی رو نشان میدن و از آن طرف تروریست های تبدیل میشن به قهرمان. خودشون رو کسانی میدونن که میگن بفرمایید شما 30 سال گفتگو کردید هیچ فایده ای نداشت، اما ما بودیم که رفتیم چند سرباز رو کشتیم، چند تا آدم بیگناه رو کشتیم. البته اونا نمیگن بیگناه، اونا همه گناهکار میدونن. مقصودم اینه که سر و صدای این گروه های خشونت طلب اتفاقا بسیار بالاتره تا اون گروه های میانه رو. در نتیجه اگر یک رژیمی نتونه این نیروهای میانه رو جذب کنه، در نهایت همین میانه روها اگر به گروه های خشونت طلب هم نپیوندن سکوت میکنه، رفتار گروه های تروریستی رو تقبیح نمیکنه. بنابراین اگر میخواید بدونید چرا
از سالهای 42 43 به بعد فضای ایران ما تبدیل شد به گروه هایی که اسلحه به دست بودن، باید نگاه کنیم که قبل از اون چه رخ داده، چه احزابی حذف شدن، چه میانه روهایی ندیده گرفته شدن. در جامعه که میانه روهاش اجازه فعالیت داشته باشن، کسی جذب گروه های خشونت طلب نمیشه، کسی به اونا کمک نمیکنه، گفتمان اونها دیگه از بین میره، چون فضا بازه برای اینکه شما بتونید با میانه روی در درون جامعه فعالیت بکنید، مشارکت. پس ایجاد گروه های خشن در درون جامعه بستگی به این داره که آیا رژیم همین کارا رو انجام داده یا نداده. شما امروز نگاه بکنید چرا دیگه بحث اصلاحات تمام شده است، چرا دیگه بحث میانه روی در جامعه ما داره کم رنگ میشه. دلیلش اینه که رژیم سرکوب میکنه، دیگه نگاه نمیکنه که این شخص جیش العدل یا یک دانشجوست، همه رو به یه چشم میبینه و فکر میکنه خب من دانشجو دختر و پسر رو کشتم، معلم رو زدم، وکیل رو زدم، بنابراین داستان تمامه. در حالی که نه، این گونه نیست. به مرور همون گروه های تروریستی و گروه های شبه نظامی و اسلحه به دست قدرت خواهند گرفت، دیگه جامعه هم توان پس زدن اونها رو نداره. اتفاقا اون خشونت طلب ها هستن که میگن شما ساکت باشید. شما در انقلاب کوبا وقتی به زمینه هاش نگاه بکنید، شخصی مثل فیدل کاسترو قدرت نداشت، در جناح حزب خودش تو اقلیت بود، اما سرکوب های دولت کوبا سبب شد که وقتی میانه روها احساس کردن که دیگه راهی نیست، حالا تفکر فیدل کاسترو قدرت گرفت، گفت شما نسختون رو پیچیدی، اجرا کردی، به جایی رسیدی، اما حالا به نسخه من توجه، بیایید حمله کنیم، بکشیم، تخریب کنیم، آتش بزنیم. و بعد اینها در اخبار منتشر میشه با سر و صدای زیاد و مردم احساس میکنن که چه موفقیتیه. بنابراین سرکوب یک رژیم الزاماً به معنای نیست که من موج رو خاموش کردم. زیرزمینی شدن بسیاری از گروه ها حاصل همونه. شبکه های زیرزمینی خاصی ساخته میشه که مشارکت وجود نداره، حتی خیلی از مردم با همین گروه ها همراهی خواهند کرد، با گروه های تروریستی. پس اگر میخواییم بدونیم چرا مردم از 42-43 به بعد هوادار گروه هایی بودن که اسلحه به دست بودن، باید برگردیم به خودمون نگاه کنیم که ما چه کردیم که سبد اونها پر شده از اسباب و اساسیه مبارزه. آیا ما تونستیم موج رو بگیریم، جلوش رو بگیریم؟ پس سرکوب مسئله بسیار مهم است. دیگر مسئله فقر، یعنی در درون جامعه فقر به شکل عینی و ملموس برای انسان ها وجود داره. این فرق سبب میشه که شما خشن بشی، دست به کارهای خشونت‌آمیز بزنید. گروه های تروریستی هم از فرق سوء استفاده میکنن، به خصوص وقتی این فرق معطوف به یک بخشی از جامعه باشه، یک بخش دیگه تو ناز و نعمت، یک بخش دیگه در فقر مطلق. یعنی وقتی بحث از محرومیت نسبی میشه، که البته خیلی عام‌تر از فقره، ما باید به این پدیده نگاه بکنیم. محرومیت نسبی به این معناست که من یک لیاقت، توانایی و شایستگی در خودم میبینم، اما امتیازاتی که به من داده میشه کمتره. یعنی من کارگرم، دارم زحمت میکشم، 8 ساعت در روز کار میکنم، 9 ساعت کار میکنم، اما پول ندارم اجاره خونه‌مو بدم. خب پیش خودم فکر میکنم، میگم من وقتی این همه کار کردم چرا نمیتونم اجاره خونم رو بدم؟ من که کمکاری نمیکنم. پس مشخصه که دولت حقوق من رو به اندازه کافی نمیده. دست به اعتراض بزن، چون به اندازه لیاقت خودم و توانایی خودم منفعت نمیبرم. در سطح جامعه زنان ما میگن خب ما که درس خواندیم، لیسانس شدیم، فوق لیسانس شدیم، اقتصاددانیم، حقوقدانیم، چرا به من اجازه نمیدن که
سرپرستی فرزندم رو به عهده بگیرم؟ چرا به من اجازه نمیدن که شهردار یک شهر بشم؟ دلیلش چیه؟ آیا لیاقت من کمه؟ توانایی من کمه؟ خب اون آقایی هم که رفته درس خوانده با من چه فرقی کرده؟ هممون در آزمون سازمان سنجش شرکت کردیم، رتبه گرفتیم، رفتیم در دانشگاه. پس زنان احساس محرومیت نسبی میکنن نسبت به کی؟ نسبت به مرد. گروه های مذهبی، چرا یک شیعه حق داره رئیس جمهور بشه، وزیر بشه، به مدارج بالا برسه، اما یه زرتشتی حق نداره؟ مگه او شهروند نیست؟ مگه مالیات نمیده؟ مگه برای دفاع از این سرزمین به جنگ نرفته؟ از نظر قدمت مگر در این سرزمین بیشتر از اون شیعه مسلمان زندگی نکرد؟ اما چرا محرومه به نسبت شیعیان؟ بنابراین محرومیت نسبی در درون جامعه سبب خشونت میشه، یه عصبانیت ایجاد میشه، خشمی ایجاد میشه و در درونش خشونت ایجاد میشه. اینکه شما میبینید بیشتر گروه هایی که امروزه دست به خشونت میزنن کسانی هن که در مناطق محروم هستن یا عقایدی دارن که رژیم اونها رو به بازی نمیگیره، حاصل این محرومیت نسبی است. شما فکر در جهان غرب چرا مذهب سبب انشقاق نیست؟ چون وقتی من یک مذهب رسمی دارم، طبیعیه که خودم رو به عنوان شاه اون دین، ولی فقیه اون دین و مروج اون دین مسئول میدونم. دیدید دیگه در قوانین اساسی ما بود که این دولت مردم باید در ترویج تشیع بکوشن. خب پس بقیه ادیان چی؟ وقتی تو نماینده یک دین میشی، دین رسمی وجود داره، اون دین هست که ضوابط و قواعد رو تعیین میکنه، بقیه احساس میکنن که محرومن از داشتن یک نماینده، محرومن. شما رو به مجلس نگاه بکنید در جمهوری اسلامی، یه نماینده خودی مثلا از یهودیان که حالا میگن کلیمیان، در ده متفاوت هم هست این دوتا با هم، یک نماینده از مثلا مسیحیان، یک نماینده از فلان هست، اما خب این یک نماینده چی کار میخواد بکنه؟ نتازه فرمالیته هست. ما احساس میکنیم صدامون شنیده میشه در جامعه و کسی هست حق ما رو بگیره، مطالباتمون رو محقق بکنه. خب کیست؟ و تا میگید خب این محرومیت حاصل چیه؟ میگم قانون اساسی گفته شیعه، کشور ما کشور شیعه هست. یعنی چی کشور شیعه هست؟ یعنی بقیه آدم های این کشور نیستن؟ شما بگو 10 نفر، اون 10 تا زرتشتی آدم های این کشور نیستن؟ چون اکثریت به یک عقیده باور دارن، اون عقیده باید ملاک و معیار باشه که دیگران رو حذف کنی، مطالباتشون نادیده گرفته بشه. بنابراین اون گروه ها وقتی مطالباتشون محقق نشه، احساس محرومیت نسبی بکنن، وارد فضای خشونت میشه. یا اگر ببینن بچه هاشون دست به کارهای خشن میزنن، سکوت میکنن، چون بقیه جامعه رو به عنوان سارقان حقوق خودشون میشناسن، دزدان حقوق خودشون میشناسن، دولت رو یک دزد میدونن. ما در بحث توسعه دیرو که خیلی مهمی هست و اون مسئله نفوذه، یعنی یک دولتی که میخواد توسعه ایجاد بکنه باید بتونه نفوذ داشته باشه، و این نفوذ در دورترین مناطق کشوره که دولت بتونه مطالبات خودش اونجا محقق بکنه. یعنی اگه طرحی داره، مردم کردستان بپذیرنش، مردم بلوچستان بپذیرنش، نگن این طرح به ضرر ماست، اومدن مناطق ما رو خراب کنن، این کارخونه برای آلودگی منطقه ماست مثلا. خب چرا مردم اینطوری فکر میکنن؟ به خاطر اینکه سابقه اون رژیم رو دیدن که اون رژیم به اونها خیلی نمیرسونه، همیشه شر داشته. الان هم اگه اومد کارخونه ای بسازه یا یک طرحی رو اجرا بکنه، برای اینکه اون شرارت رو ایجاد، وقتی رژیمی نفوذ نداره، توسعه در اون کشور دچار مشکل میشه.
یعنی این بحثی که ما امروز مطرح میکنیم در مورد حقوق شهروندی، برای اینکه هیچ رژیمی نمیتونه توسعه ایجاد بکنه مگر همه مردم رو در درون جامعه به مشارکت بگیره. من چه پادشاه مملکت باشم، چه ولی فقیه باشم، چه خلیفه باشم، وقتی میخوام کشورم رو توسعه بدم باید همه مردم با من مشارکت کنن. من نمیتونم نگام به فارس ها باشه، به ترک ها باشه، به لور ها باشه، به بلوچ ها باشه فقط. نه، باید به کلیت ایران نگاه کنم. وگرنه اگه من نگاه هم فقط به مازندرانی ها باشه، ترک ها طرح منو قبول نخواهند کرد. یعنی نگاه میکنن میگن این سلیمانی اومده از زمانی که رژیم دستشه در این 20 سال فقط به نفع مازندرانی ها کار کرد. الان اگه میخواد برای ما کارخونه بسازه یا میخواد لباس ما رو تغییر بده یا میخواد ارتش مدرن بسازه، برای سرکوب ماست نه برای خدمت به ما، تو سابقهش مشخص. امیدوارم متوجه باشید چقدر برداشت های ما از امر سیاسی کودکانه است که فکر میکنیم مثلا در زمان فلانی طرحهایی که اجرا میشد به نفع ملت بود، اما ملت هم چی فکر نمیکرد، چون سابقه نشون میداد که اون برای یک گروه خاصی داره کار میکنه. شما رژیم جمهوری اسلامی دیگه جلوی چشم ماست، هر طرحی بذاره مردم با اون مخالفت میکنن. مهم هم نیست که رژیم واقعا به فکر مردم هست یا نیست، فرض رو اصلا بر این میذاریم که رژیم از فردا میخواد طرحی بده که به نفع مردم باشه، چون سابقه 40 خردی سالش نشون میده که این رژیم همیشه به ضرر مردم کار کرده، این کار جدیدش هم مردم نمیپذیرن. شما برگردید به رژیم گذشته، وقتی شاه آمد جلوی تلویزیون گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم، قول میدم که از فساد جلوگیری بکنم، که دولت ملی بیارم، آشتی ملی ایجاد کنم، چرا مردم نپذیرفتن؟ چرا نخبگان باور نکردن؟ چون سابقه اون آقا رو دیده بودن و گفتن عقب نشینی امروزش هم مصلحتی است، به نفع ما نیست، میخواد خودش رو نجات بده. و خطرناکترین بخش برای هر رژیمی اینه که بی اعتبار بشه. وقتی من اعتبار خودم رو از دست دادم، فردا اگر بخوام به راحتی اون اعتبار رو مجددا احیا بکنم به سادگی نیست. شما فکر رژیم جمهوری اسلامی از فردا میتونه اعتبارش رو احیا بکنه؟ به هیچ عنوان، چون 44 سال تو سابقه مردم هست. اگر فردا بگه من با شما مردم خوب خواهم بود، رو راست خواهم بود، جلوی فساد رو میگیرم، هیچی باور نمیکنه، میگن همه ترفند. بنابراین مسئله نفوذ یک مسئله بسیار مهم در توسعه است. رژیمی که خودی و غیر خودی در درون کشور میسازه نمیتونه توسعه ایجاد بکنه، اون توسعه شکننده است، چون بقیه گروه های اجتماعی اون رو نمیپذیرن، نخبگان اون رو نمیپذیرن، اون رو به ضرر خودشون میبینن. پس اگر به دنبال توسعه برای ایران آینده هستیم، باید ببینیم امروز شعارمون چیه، آیا در گفتمانمون همه گروه ها قرار دارن یا نه. تعریفی که از ملیگرایی میدیم مال یه عده خاصه، تعریفی که از احترام به مذاهب و دین میدیم مال یه عده خاصه، به یه نژاد خاصی، به یه جنس خاصی نظر داریم. حالا کاری هم نداریم که این مفاهیم مثل نژاد و جنس و اینا همش مناقشه برانگیزه، اصالتی نداره، ولی مسئله بر سر اینه که این عناصر چگونه برجسته میشن که ما میگیم نژاد ما متفاوته، مذهب ما اصیله، حقه، درسته. اما یادمون نره در پرتو این مفاهیمی که تئوریزه میکنیم یه دی رو بیرون میذاریم، یه دی که با ما تو یک زمین زندگی میکنن به نام ایران، و فردا وقتی میخوایم کشورمون رو پیشرفت بدیم کسی به حرف من گوش نمیده. میگه سلیمانی همون ملیگراییه که میگه خانواده من مهم. اگه میخوای بدونیم ایران دوستی یا نه، باید ببینی به سلیمانی علاقه داری، به خانوادش علاقه داری، اون وقت ما میفهمیم تو ایران رو دوست داری. اگه سلیمانی و خانوادش رو دوست نداری، ایران هم دوست نداری. بس اگه پیرو مذهب سلیمانی باشی، تو میشی امت، ملت. اما اگه دینت فرق کنه، معلومه تو از قبیله امت ما نیستی، باید بری کنار. هنوز این مفاهیم تو رسانه‌ها داره تبلیغ میشه.
کاری ندارم که اونا سهوا انجام میدن یا عمدن، اما من میذارم به حساب نادانی. یعنی همان نسخه ای که در گذشته شکست خورد، در جمهوری اسلامی شکست خورد، حالا یه عده میخوام برای آینده ایران بذارم. بعد میگن ما به توسعه علاقه مندی. در کجای دنیا توسعه اینجوری شکل گرفته که شما بخشی از جامعه رو حذف کنی، بعد منتظر باشی که جامعه باید همراهی کنه تو برنامه هات؟ همراهی نمیکنه، چون سوء نیت میدونه. حالا از اینجا میخوام یک پلی هم بزنم. من همیشه با این پرسش مواجهم که خیلی از دوستان اشاره میکنه، یا در همین رژیم الان هم هست، یعنی شما چه شاهی چه ولایی رو بیارید، میگن بله رژیم ما یه اشتباهاتی داره، خیلی کوچکه، ناقابل اغمازه. دیدید ولایی ها من این حرفا رو میزن وقتی موقع انتخابات که میشه، میگه ما این رژیم کارایی نداره با این انتخابات و با این بله قربان گفتن ها و بیعت کردن، کار پیش نمیره. ولایی برمیگرده میگه بابا یه اشکالاتی هست، اینا باید یواش یواش حل بشه. طرفداران رژیم گذاشتم همینطور، یه اشتباهاتی بود، اما مسئله اصلی اینه که چرا در درون یک جامعه جوی انقلابیه؟ آیا انقلاب یا جو انقلابی حاصل اشتباهات کوچکه؟ اولین مسئله که من میخوام عرض کنم اینه که انقلاب معمولا با حدود 4% 5% جامعه محقق میشه. یعنی یک سیاستمدار، یک حاکم خبره نباید نگاه کنه 95% براش هورا میکشن، باید نگاه کنه که 5% جامعه باش مخالف، اونان که انقلاب میکنن. بنابراین اگر امروز یک دوستی بیاد بگه ما در دوران فرض کنید رژیم پهلوی 80% مردم راضی بودن، میگم بسیار هم عالی، حرف شما هم درست. اما برای یک شخصی که به انقلاب ها نگاه میکنه همون 20% خطرناکه، وگرنه اونا که دنبال کار خودشون زندگی خودشون دارن. انقلاب ها با 90% جامعه رخ نمیده، 5% پای کار انقلاب میکنه. حالا بستگی به اون قدرت رژیم و سرکوبش هم داره، کمی متفاوته این درصد، ولی میانگین 3 تا 5% اگر پای کار بایستن انقلاب میشه. پس این خطاست دوستان که ما بگیم 80% جامعه راضی بودن. شما باید نگاه بکنید که اون 20% چرا ناراضی هن، اونا رو باید از بین ببری، منظورم نارضایتیشون. شما باید نارضایتی اونا رو از بین ببری. نکته دومی که اصلاحات کار رژیم، کار مردم نیست. یعنی وقتی دوستان اشاره میکنن که اون رژیم نیاز به اصلاحات داشت، باید بگن کی باید اصلاح میکرد؟ آیا مردم باید اصلاح کنن یا خود رژیم؟ آرام آرام باید فضا رو باز کنه، آرام آرام فضای جامعه رو، اون التهاب جامعه رو کم بکنه، نخبگان جدید رو به بازی بگیره، قواعد بازی رو متناسب با شرایط روز بکنه. این کاری که رژیم باید انجام بده. من عرض کردم در رژیم های بدون عصب، یعنی جایی که خبر میدی اما طرف خودش رو میزنه به نشنیدن. شما گزارشات دولت مردان رژیم گذشته رو بخونید، گزارشات به اعلی حضرت میرسه ایشون ندیده میگیره، چه ساواک، چه اون دفتر بازرسی شاهنشاهی، چه گروه های مختلف جامعه، که آقا فساد وجود داره، یه بخشی از گروه های دیگر رو به بازی بگیریم، یکم فضا رو باز کنیم، گوش نمیده. یعنی رژیم بدون عصب دردی رو احساس نمیکنه. جمهوری اسلامی هم همین وضعیت داره. پس اصلاحات کار رژیمه، وقتی نتونه انجام بده مردم به سمت انقلاب. اما نکته ای که اینجا هست اینه، چرا در یک جامعه ای که به ظاهر همه چیزش خوبه، به قدرتی داره، خیلی از جامعه هم راضی هن، اما انقلاب رخ میده؟ اون اشتباهات میخوام عرض کنم که بیشتر گفتم فقط 4% 5% اگر اشتباهات رو دارای این ویژگی ها ببینن باید احساس خطر کنیم.
یعنی اون اشتباهات هم یه ویژگیهایی داره. یکی از اونها اینه که آیا این اشتباهات اصولی هن، مبنایی هن، یا نه اشتباهات فرعی هن، جزئی هن. مثلا شما عدالت، آزادی، اقتصاد، اینا همه اصول هن، مبنان. شما وقتی مردمی نان ندارن دیگه نمیتونید بگید که من اشتباهاتم سهوی بوده، ببخشید اشتباهاتم جزئی بوده، اصولی نبوده. نه، نان مهمترین جنبه زندگی مردم. آیا در درون جامعت هستن 5% 10%ی که احساس فقر مطلق کنن؟ بازم عرض میکنم شما اون 80%ی که کباب میخورند و وضعشون خوبه نگاه نکن، اونا سر جاشون هستن، اونا خطر انقلاب نیستن. خطر انقلاب اون 5% هن. اون 10% هن. آیا حداقل ها رو براشون فراهم کردیم؟ شما فکر می‌کنید چرا در کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگر حداقلی رو برای یک انسان فراهم میکنن؟ برای اینکه اونها تبدیل به موج انقلاب نشن. یعنی من وقتی سرپناه ندارم، تو حلبی آباد میخوابم، فقر مطلق دارم، دارو و درمان ندارم، تبدیل میشم به یک آدم انقلابی، تبدیل میشم به یک آدم خشن. علل خصوص وقتی ببینم دیگران خیلی تو رفاه دارن زندگی میکنن. شما بگید در کشور اروپایی چرا یه حداقل رو در نظر میگیرن؟ برای اینکه تبدیل نشن به موج انقلابی. که برگردن و بگن که خب حالا ما که تو چیزی نداریم، پس میگه چه چیزی رو؟ یا از جان ما هم که داره از بین میره به خاطر نخوردن غذا، نداشتن دارو. خب شما فکر کن در درون جامعه کودکت بیماره، وقتی بری به پزشک مراجعه کنی، پزشک بگه اول پول به من بده، بعد نگاه کنی که تو حسابت هم پول نیست، بیمه ای نداری، دولت حمایتت نمیکنه. اما یه آقای دیگری یک بیمارستان خصوصی با 1000 امکانات داره، چه میکنی؟ پس مسئله کاخ نشینان نیستن، اون کوخ نشینانن، اون حلبی آباد هاست. انقلاب اونا میسازن، نه افرادی که سطح بالا زندگی میکنن. در کشورهای اروپایی اگر این حد اقل ها رو تأمین کردن، برای اینکه طرف وارد فاز انقلاب نشه. آیا این اشتباهات مستمرن؟ یعنی شما فرق کنیم ما آزادی نداریم، اما همیشه 20 سال 30 سال 40 سال آزادی هامون از دست دادیم یا موقتیه؟ آیا اقتصادی که الان ضعیفه حاصله مثلا یک کار ریاضتیه؟ مثلا دولت دیدید دیگه یک وقتی رکود میشه، دولت ها میان یه مقدار از اون مسائل رو بر میدارن، میگن آقا یکم مقدار ریاضت بکشید، یا بیماری مثل کرونا آمده یا هر چیز دیگه. انسان ها میفهمن که این موقتیست، یعنی بلافاصله وقتی این وضع رفت بشه دوباره وضعمون بر میگرده به همون آزادی ها و امتیازات اصولی که داشتیم. خب ازش میگذرن، تحمل میکنن. اما وقتی مستمر باشه، یعنی شما 10 سال شد، 20 سال شد، 30 سال شد، شما الان جمهوری اسلامی نگاه بکنید، تمام کمبودها رو میذاشت به پای جنگ، که بله ما در جنگ بودیم و اینا. خب بله مردم هم راضی میشدن، موجه میشد براشون که خب جنگه، مجبوریم که کمی تحمل بکنیم. اما بعد جنگ چطور؟ با 20 سال از جنگ گذشته، 30 سال از جنگ گذشته، دیگه چرا فضا بسته است؟ دیگه چرا اینقدر تبعیض و محرومیت وجود داره؟ سومین مسئله بسیار مهم در اشتباهات گستر است، دامن است. یعنی دامنه اشتباهات ما یه عده خاصی رو در بر گرفته یا گروه های مختلف رو در بر میگیره. مثلا شما در بعد سیاسی، شما در نظام های دموکراتیک هم میبینید، مثلا در آلمان گروه های نئونازی اجازه فعالیت نداره، اما بقیه احزاب آزادن. در برخی کشورها احزاب خاصی ممکنه فعالیت نداشته باشه، ممنوع باشه عضویت در اون. یعنی شما فرض کنید در جامعه در حالتی که آزادی مطلق باشه 100 حزب میتونن فعالیت کنن،
اما شما بنابر اون سیاست یا دیدگاه ها دو سه تا حزب تندرو رو محروم میکنید از مشارکت، اما 97 حزب آزادن. آیا اون جامعه این اشتباهات رو در درون خودش حذف میکنه؟ بله. چرا؟ چون میگه 97 درصد اعضا آزادن، 3 درصدشون هستن که فعال نیست. حالا برعکسش کنیم، یعنی دامنه و گستره رو ببرید به سمتی که 97 درصد حذف بشن، فقط 3 درصد آزاد باشن، اون وقت اون 97 درصد تبدیل میشن به یک موج عظیم انقلابی. فقط در بود سیاسی عرض کردم. حالا همین مدل رو شما بیارید در عرصه‌های اجتماعی، مثلا مذهب. آیا ما در درون جامعه خودمون از بین 5-6 گروه های عمده مذهبی تونستیم به اکثر اینها اجازه فعالیت بدیم یا نه؟ فقط یکی آزاده، اونم شیعه 12 امامی است. اون وقت اون 4 گروه مذهبی که حذف شدن دامنه و گستره بیشتری دارن. بنابراین وقتی ما میگیم اشتباه رخ داد، باید ببینیم اشتباه در کدوم سطحه، دامنش چه اندازه است، گسترش چه اندازه است. مورد دیگری که اشتباهات رو خطرناک میکنه اینه که آیا سهوانه یا عمدنه. و شما هر رژیم ممکن اشتباه بکنه، اما افکار عمومی میپذیره که این اشتباه سهوان رخ داده، یعنی قصد و نیتی وجود نداشته. یعنی همین اگه یک سیاست مداری خطا کرده، وقتی افکار عمومی به او گوشزد میکنه که این کارت غلط بوده، او عقب نشینی میکنه، میپذیره، میگه بله. خب یک جامعه وقتی احساس میکنه که افکارش وقتی منتقل میشه به رژیم یا به دولت مردان اونها میپذیرن، این رو سهوی تلقی میکنه. اما وقتی احساس کنه که این عمدیه، یعنی عمدن ما داریم وارد جنگ با امریکا میشیم. من شما جمهوری اسلامی نگاه بکنید، نام عینی میشه برای ما. مردم فکر میکنن که آقا ما با امریکا چه دشمنی داریم؟ دلیلش چیه که ما اینقدر با امریکا دشمنیم؟ آیا رژیم سهوًا این کار رو کرده که دشمنی ایجاد بشه؟ یا اینکه نه، عمدی است. حالا این عمد برگرفته از ایدئولوژیشه، برگرفته از سیاستهاشه یا هر چیز دیگه. وقتی اشتباهات عمدی باشن، مردم احساس میکنن که راه چاره‌ای وجود نداره. وقتی 10 بار به رژیم گذشته تذکر میدادن که این کار غلطه، این کار اشتباهه، وقتی طرف گوش نمیده، احساس میکنن که این اشتباهات عمدی است. که شما در درون یک سیستم یا یک رژیمی اشتباهاتی انجام میدی، اما دیگران دارن به شما گوشزد میکنن. شما برید اون تکنوکرات های ما رو نگاه بکنید، اقتصاددان های ما، گروه های مختلف چقدر تذکر دادن، چقدر توجه دادن، ولی کسی گوش نمیکرد. پس این اشتباهات تبدیل میشه به یک موج فکری در درون مردم که باید جلوی این شخص بیستیم، چون اون داره عمدن وضع ما رو بد میکنه، عمدن به ما بی توجهه، عمدن ما رو نمیپذیره. نکته دیگر این که آیا این اشتباهات متعددن یا واحدن، یعنی در چند قسمت ما اشتباه داریم، هم فقر، هم عدم آزادی، هم عدم عدالت، محرومیت نسبی، چون هر کدوم اینا برای یه عده اهمیت داره. یعنی برای منی که صبح میرم سر کار برمیگردم، اقتصاد مهمه، اما برای یک نویسنده آزادی مهمه. بعضی از این دوستان پادشاهی خواه میگن که بابا ما که اقتصادمون خوب بود، همه چیزمون خوب بود، حالا کاری نداریم که این اقتصاد خوب قابل تامین به همه جامعه نبود، یه عده‌ای بودن بعضیشون خوب بود. اما آیا اقتصاد فقط دغدغه مردمه؟ یه دی هستن برشون آزادی مهمه، یه دی برشون عدالت مهمه، یه دی برشون کرامت مهمه. چون برای من اقتصاد مهمه، دلیل نمیشه که سلیمانی هم اقتصاد واسش مهم باشه، آقای حسنی هم اقتصاد واسش مهم باشه، بلکه هر کدوم با یک عینک خاصی جهان رو میبینیم، دنیا رو میبینیم. برای همین یه عده میگه خب دردتون چیه؟
و جمهوری اسلامی هم فکر میکنه مردم فقط دغدغه دین دارن، یعنی نماز و روزه به پا باشه، اربعین به راه باشه، دیگه دردتون چیه؟ شما خدا رو داری دیگه، خرما رو میخواد چیکار؟ حالا فقیر هستیم و اینا هستیم اشکال نداره، نه بعضی اقتصاد میخوان، معیشتشون باید روبرو بشه، بعضی آزادی میخوان، بعضی کرامت میخوان، احترام میخوان. خیلی از کسانی که در انقلاب ها شرکت کردن از رده های بالای جامعه است. شما همین الان به جمهوری اسلامی نگاه بکنید، کسانی که در خیابان ها میان کیان اینا؟ همه فقیر و بیچیزن؟ نه، بعضی تو خانواده ثروتمندن اما احساس آزادی نمیکنن، احساس کرامت و احترام نمیکنن. یعنی تعبیر آقای هارولد لسول رو بارها به کار بردم که انسان ها فقط برای آب و نان که قیام نمیکنه. شما در فرانسه برید نگاه بکنید شعارشون چه چیزی بوده؟ شعارشون برابریه، برادریه، حقوق شهروندیه، دغدغه نان و آب نداره. اما ما فکر میکنیم که خب من که به شما نان دادم، مثل پدری که پول تو جیبی بچهش میده، میگه به تو که پول دادم دیگه دردت چیه؟ اما اون بچه میخواد توجه ببینه، میخواد تو خونه حرفش رو بزنه، میخواد همسر خودش خودش انتخاب کنه، میخواد لباس خودش خودش بپوشه، به صرف اینکه من به تو پول تو جیبی دادم اما مجبورت کنم همون لباسی که من میخوام بپوشی. خب اون بچه نمیپذیره، یه ماشین زیر پاد میذارم اما با دختری ازدواج کن که من میخوام، اون بچه نمیپذیره، درسی رو بخون که من میگم. نه، همه همون اشتباهاتی است که ما انجام میدیم و تازه ازش دفاع هم میکنیم، یعنی بدون اینکه جزئیات رو فهم کنیم میگیم خب ما چه مشکلی داشتیم، هزاران مشکل، چون جامعه رو رصد نمیکنیم، نمیفهمیم که این اشتباهات بر اساس یک مدلی استوارن که تبدیل میشن به انقلاب. هیچ انقلابی در جامعه رخ نمیده که حاصل اشتباهات کوچک و موقتی باشه، نشدنیست، چون جامعه نیازمند یک زمان معقول و منطقی است تا به موج انقلابی تبدیل بشه. شما به هر انقلابی نگاه بکنید ببینید دهه ها قبل نطفه های اون انقلاب مستقر شده، شرایط تغییر اجتماعی مستقر شده، یه شبه که نمیشه این هم مردم آورد تو خیابون. آنقدر من اشتباه میکنم، این اشتباه داره این ویژگی هاییست که من عرض کردم، بعد مردم میان تو خیابون. مورد دیگر، اشتباهاتی که موجه نشن، یعنی من نتونم به مردم بگم این محرومیتی که ما داریم حاصل چیه. این مسئله خیلی مهمیه. شما در درون یک جامعه الهیاتی اگر به مردم بگید این فرق حاصل تقدیر ماست و مردم به این باور داشته باشن، در برابر اون فقر قیام نمی کنن، اون رو میپذیرن. شما به هندوستان نگاه بکنی، مردمی فقیر با یک وضع خاص چرا انقلاب نمی کنن؟ یک بخشیش، نه همه بخش، تو پدیده انقلاب خیلی از لایحه های مختلف داره، یه بخشیش برمیگرده به فرهنگشون که به نحوه زیستی با اون شکل عادت دارن. اگه بهشون بدی میخورن، ندی نمیخورن، شکر گذارن در هر صورت، به داده و نداده شکر میکنن. این گروه ها هیچ وقت انقلاب نخواهند، چون محرومیت نسبی، اون محرومیت و تبعیض براشون موجهه. شما برگردید به عقب، چرا جنبش های زنان تا 200 سال قبل، تا 100 و خورده سال قبل وجود نداشت؟ به خاطر اینکه اون تبعیض موجه بود، یعنی دین به من گفته که چون من زنم باید جنس دوم باشم، باید درجه دوم باشم، چون قرآن به من گفته که مردان از نظر رتبه و درجه از تو بالاتر، صالحاتون قانتان، زنان صالح فرمان بردارن. خب اون زنی که در اون فضای الهیاتی زندگی میکنه، وقتی قرآن به اون میگه که زن صالح، زن درستکار، زن نیکو
کسی است که فرمان برداره دیگه نیاز به انقلاب نداره، اصلا فکر انقلاب رو نمی کنه. چون انقلاب شوریدن بر اون وضع موجوده و من که وضع موجود رو قبول دارم، خاص خداست. اما به مرور زمان اندیشه های نوین وقتی وارد جامعه ایرانی شد از زمان قاجار، شما میبینید زنانی ایجاد میشن، زنانی متولد میشن، زنانی باربر میشن، زنانی وارد فضای سیاسی میشن که میخوام شاید حقیقت بده. شما جنبش های زنان رو نگاه بکنید از زمان قاجار، اینا چه کسانی هستن؟ از اون بی بی خانم سرآوردی و صدیقه دولت آوردی و خیلی میگه، اینا کسانی هستن که دیدن زن غربی چطور تونسته ارزش های غلط جامعه رو پس بزنه. خب من چرا نتونم این کار رو بکنم؟ اگر اسلام به من گفته تو سری خور باش، من نمیخوام باشم، نمیخوام جنس دوم باشم، نمیخوام شوهرم هر کاری که خواست سرم بده. سالها جوامع با این محرومیت ها مواجه بودن. اگه برامون سواله که چرا قیام نکردن، برای اینکه اون محرومیت ها براشون موجه بود. شما به قیام بردگان نگاه بکنید، چند تا قیام بردگان داریم؟ خیلی معدود. تازه اونهایی هم که قیام میکردن، نه اینکه نسبت به بحث بردگی اعتراض داشته باشن، نسبت به برخورد اربابان معترض بود. اما چرا یک انسان میپذیرفت برده باشه؟ چون این محرومیت، این وضعیت براش موجه بود. اینکه رژیم های سنتی در جهان مدرن دچار مشکل میشن برای همینه که دیگه شما نمیتونی با اون ویژگی های سنتی انسان مدرن رو موجه کنی، قانع کنی. شما امروز در اون خانواده ها هستن نگاه بکنی، شما در اون خانواده ایرانی امروزمون نگاه بکنی، شما دیگه نمیتونید اسباب بازی های زمان خودتون رو به دختر و پسرتون بدید که باش بازی کن، غال راضی باش، قانع باش. نه، نشده نیست. اون موقع ها شما ساده ترین ابزار بازی که تو خیابون ها بود، سنگ بود و یه لاستیکی بود و یه سر نوشابه و شیشه های اینا بود، اینو میدادی بچه بازی میکرد، با یه توپ ساده بازی میکرد. امروز میتونید بچه های امروزی رو با همونها قانع کنی؟ به هیچ عنوان. اونها به نزدیکان خودشون نگاه میکنن و میبینن که یک بچه همین ابزارهای بازی مدرن رو داره. اولین کاری که میکنه چیه؟ میگه پدرم من بیمسئولیت، پدرم منو دوست نداره، پدرم برای من هزینه نمیکنه، پدرم منو نادیده میگیره. درسته؟ نسبت به پدر پرخاشگر میشه، میگه چرا فلانی داره من ندارم، چرا همه پیشرفت کردن من اینطوری هم. بنابراین من نمیتونم به پسرم بگم که حالا با اسباب بازی های من بازی کن زمانی که من کودک بودم. نه، او دیگه موجه نمیشه، قانع نمیشه. امر سیاسی هم همین، امر اجتماعی هم همین. اینکه رژیم های سنتگرا با انسان ها به خصوص در جهان مدرن، چون دو سبک کاملا متعارض ایجاد شده. در جهانی که همه سنتی بودن فرقی نمیکرد. شما تفاوتی، شما در زمان صفویه اگر نگاه بکنی، ایران زمان صفویه چندان تفاوتی نمیکرد با اروپا، چه بسا حتی در برخی از ویژگی ها جلوتر هم بود. در اون زمان جوامع یک دست بودن. اما وقتی انقلاب صنعتی، جهان مدرن، اومانیسم، همه اینها ایجاد شد و عصر روشنگری آمد و انقلاب‌های صنعتی و علمی و اینها رخ داد، دیگه شما می‌بینید که جهان غرب به غربی پیشرفت کرد که دیگه شما نمی‌تونید با ویژگی‌های سنتی جامعه رو اداره بکنید. بنابراین جامعه‌ای که دیدش، جهان‌بینیش، ارزش‌هاش، مطالباتش سنتی است، اما می‌خواد انسان مدرن امروزی رو که داره جهان رو میبینه به همون وضع نگه داره، اینا قبول نمی کنن. اینا این اشتباهات رو موجه شده نمیدونن. شما نمیتونید بگید که حالا شما دیگه نیاز به بیمه نداری، شما نیاز به حداقل دستمزد نداری، شما زنی باید خونه بشینی. دیگه نه، نشدنی نیست. من دیگه این اشتباهات رو موجه نمیدونم.
بنابراین وارد موج انقلابی میشن. مسئله بسیار مهمی است وقتی ما صحبت از اشتباهات میکنیم. کدوم اشتباه؟ به چه درجه ای؟ به چه مدتی؟ با کدوم دلیل؟ شما جمهوری اسلامی نگاه بکنید، میگید آقا شما در حق زنان داری اشتباه میکنید، گوش نمیده، هی ادامه پیدا میکنه، هی بر اصول و مبنای زنان که اون آزادی هاست، اون کرامت، اون شأن، خلل وارد میشه، اونا تبدیل میشن به یه موج انقلاب. بنابراین هیچ انقلابی حاصل اشتباهات کوچک و موقتی نیست. اگر ما میخوایم فردا ایرانمون رو بسازیم باید یادمون باشه، نیایم و بندازیم به گردن گروه های مختلف شماها مقصر بودید. نه، در درون یه خانواده فرزند خانواده مقصر نیست، مگر اینکه قبل از او پدرش کارهای انجام داده، مادرش کارهای انجام داده که اون محیط ناامن شد، چون اونها قدرت دارن، اونها میتونن اجرا بکنن. رفتار زشت کودکان واکنشی است در برابر اون شورش پدر که میخواد فرزندش مثل خودش بار بیاد با همون ویژگی ها، با همون ارزش ها، و این خطاست. کانون خانواده ملتهب میشه. در مقیاس وسیع‌تر شما جامعه رو هم که بسیار متنوع تر از یه خانواده است، عوامل گریز از مرکزش خیلی بیشتر از خانواده است. شما میدونی پدرت، اما در جامعه اون کسی که حاکمه پدرت نیست، پرخاشگریتون نسبت به اون خیلی بیشتره، عدم تساهلتون خیلی بیشتره در جامعه. یعنی این بحثی که من در خانواده مطرح میکنم رو شما در مورد مشکلات چند برابرش بکنید، چون خانواده یک مقیاسهایی داره که میشه با هم تساهل بکنن، اما در اون جامعه شما نمیتونید، حتی خودتو پدر ملت بدون. اما اونا رو وقتی نان نمیدی، آب نمیدی، ارزشاشون رو رعایت نمیکنی، میتونه تبدیل بشه به یه گروه های خشن که دیگه حرمت نگه نمیدارن، دیگه برای هیچ چیزی مهم نیست. خب عرضمون تا اینجا تمام شد، البته بحث‌های زمینه مربوط به تروریسم ادامه داره که ما در برنامه‌های آینده به اون خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از تلویزیون پاس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشید.